سلام به شما در یک لابلای دیگه با گزارشی که لابلای آمار و ارقام مختلف براتون آماده کردیم و اگه با ما همراه باشید مطمئن باشید پشیمون نخواهید شد. خیلی از شما میدونید که حقوق پایه کارگر در حال حاضر 487125 تومانه. این که این میزان حقوق حتی برای اجاره خونه هم کمه، چه رسد به بقیه نیازهای اساسی خانواده، بماند برای بعد. حالا در آستانه سال 93 به طور غیر رسمی اعلام کردن که میزان افزایش حقوق کارگر برای سال آینده تنها 87682 تومانه. این در حالیه که بانک مرکزی نرخ تورم در سال 92 رو 38.4% اعلام کرده و احمد توکلی عضو مجلس ارتجا 40%. حالا این 78000 تومن خورده‌ای چه مشکلی از کارگر بینوا حل میکنه؟ خدا میدونه. حالا بشنوید از کارشناس اقتصادی رژیم که گفته خط فقر در شهر تهران 2.5 میلیون تومان برای یک خانوار 5 نفر است و حقوق فعلی کارگر تنها کفاف 5 روز زندگی اون رو میده. یعنی به عبارت دیگه از 8 ساعت کار روزانه کارگر فقط مزد 1.5 ساعتش داده میشه و بقیهش میره توی جیب رژیم. حالا اگه موافق باشید برای تکمیل داده هامون در مورد دستمزد کارگر با هم به یک کلیپ کوتاه نگاه میکنیم. دستمزد کارگران در کشورهای مختلف جهان. دستمزد کارگر در نیوزلند 3036 دلار در ماه. حقوق کارگر در ژاپن ماهانه 2800 دلار. حداقل دستمزد برای کارگر در فرانسه 2261 دلار در ماه. در هلند 2205 دلار. عربستان سعودی دستمزد کارگر 860 دلار در ماه. برزیل 724 دلار. حداقل دستمزد در آرژانتین 533 دلار. ترکیه همسایه غربی 489 دلار در ماه. دستمزد کارگر در ونزوئلا 390 دلار. و حتی در یکی از فقیرترین کشورها یعنی اکوادور حقوق پایه کارگر 340 دلار در ماه. اما در کشور خودمون ایران حقوق پایه کارگر طبق آخرین آمار از جمله پایین‌ترین سطوح دستمزد در جهان محسوب میشه. تنها 173 دلار در ماه. بله، همونطور که مشاهده میکنید این هم نموداری بر اساس همین داده هاست و ایران کشور ما با بیشترین درآمد نفتی در قعر این جدول قرار داره. به نظر شما یک کارگر با درآمدی که فقط کفاف 5 روز زندگیش رو میده چی کار میکنه تا بتونه 25 روز مابقی رو دووم بیاره؟ زیاد پیچیده نیست. نگاه کنید. کم کردن از خورد و خوراک خانواده. نخریدن پوشاک سالانه برای فرزندان. نفرستادن فرزندان به مدرسه و فرستادن آنها به کار خیابانی. حتی امکان عدم مراجعه به مراکز درمانی و دست و پنجه نرم کردن با انواع بیماری ها. پس از پایان کار در کارخانه انجام کارهای حاشیه‌ای مانند دستفروشی، مسافرکشی، نظافتچی و امثال این کارها. زندگی در خانه ها و آلونک های تنگ و تک اتاقه با کمترین امکانات. به کارگیری همه اعضای خانواده برای رسیدن به یک لقمه نان. این هم از راهکارهایی که مردم مجبور هستن برای ادامه زندگیشون به اونها پناه بیارن. تو ادامه برنامه لابلا خوبه که با هم نگاهی داشته باشیم به مشکلات مردم روستای واصف جان در کنار تهران. به نام روستای واصف جان، 500 سال اینجور که میگن قدمت این روستاست. روستا به هر حال
حاشیه شهر پردیس قرار گرفته. 250 خانوار جمعیت ساکن اینجاست که نوعا در اینجا سکونت دارن. همین الان که زمستونه از سرما مردم نتونستن بیرون بیان. اگر در خونه ها رو بزنید شاید 100 خانوار رو شما بکشید بیارید بیرون. کشی گاز ما الان یک سال که لولش خوابوندن دیگه باقیشو دست نزده. متاسفانه لوله کشی گاز کشیده شد اما علمکار ندادن، گاز وصل نشده. متاسفانه از نعمت گرما یا برخوردار نیستیم که لااقل بتونیم از گاز استفاده بکنیم. برق اینجا مرتب ضعیف و قوی میشه، رسیدگی نمیشه. 250 خانوار ترانس اینجا هر دفعه داره میسوزه، مشکل ایجاد میشه، سیم برق آتیش میگیره. البته